سلام سال نوت و مبارک با رسیدن عید نوروز یک سری تغییرات عمده در تغذیه ما اتفاق میفته درست حد زدید مصرف آجیل ما ایرانی طبق آداب و رسومی که داریم در این ایام از آجیل زیاد استفاده می کنیم. اما در سایر روزها و ماها زیاد ازش استفاده نمی کنیم تو این ویدیو می خواهم بررسی بکنیم و ببینیم که مصرف آجیل چه تأثیری روی تناسب اندام داره آیا باعث افزایش وزن میشه یا باعث کاهش وزن خب میدونید که آدیل بیشتر از تربی و پروتئین تشکیل شده و کالری نسبتا بالایی داره و چون کالری بالایی داره و تربیش زیاد است تصور مردم اینه که مصرف آدیل باعث افزایش وزن میشه اما این یک تصور اشتباهی هست چرا اشتباهه به دلیل تحقیقات و آزمایش هایی که از سال 2008 به این بر روی این موضوع انجام شده کارشناسان و محققان اومدن آجیل رو مورد آزمایش قرار دادند. تا ببینند که مصرف آزیل چه تأثیری روی تناسب اندام ما ایجاد میکنه آیا باعث افزایش وزن ما میشه یا باعث کاهش وزن کارشناسان در اولین تحقیق و بررسیشون 8000 زن و مرد رو مورد آزمایش قرار دادند تا ببینند که مصرف آزیل در زندگی این افراد چه تغییری رو ایجاد میکنه بعد از چندین هفته به این نتیجه رسیدند کسانی که هفته حداقل دو وعده و یا بیشتر از آزیل استفاده میکردند نسبت به کسانی که اصلا آزیل نمیخوردند 31 درصد کمتر دچار اضافه وزن شده بودند بعد یک سری آزمایش‌های دیگه‌ای هم انجام دادند و رسیدند به آزمایشی که چندین نفر را انتخاب کردند اونا رو به دو دسته تقسیم کردند و یک برنامه غذایی یکسان رو برای هر دو تا گروه انتخاب کردند برای مدت 24 هفته و تنها تفاوت گروه اول و گروه دوم در این بود که به گروه اول در برنامه غذایشون آزیل هم قرار دادند اما در گروه دوم اصلا آزیل قرار ندادند و بعد از 24 هفته نتیجه رو بررسی کردند هدف از این تحقیق بود که ببینن مصرف آزیل ت... چه تأثیری روی افزایش وزن داره اما نتیجه این آزمایش خیلی جالب بود محققان به این نتیجه رسیدند که بعد از 24 هفته گروه اول نه تنها افزایش وزن نداشتند بلکه هم وزنشون و هم سایزشون نسبت به گروه دوم کاهش پیدا کرده بود یعنی این این آزمایش برای این بود که تاثیرش روی افزایش وزن رو بررسی بکنند ولی دیدن که نه تنها باعث افزایش وزن نمیشه بلکه به تربی سوزی کردن و لاغر شدن هم کمک میکنه مصرف آزیل اما چرا این اتفاق میفته گفتم که آزیل از پروتئین و چربی تشکیل شده اما نشته مهم اینجاست که همه چربی آزیل در بدن ما هضم و جذب نمیشه و بخش زیادی از اون چربی که در آزیل هست از بدن ما دفع میشه و نه تنها خود, خود, اون چربی دفع میشه بلکه به تجزیه کردن و دفع کردن چربی های دیگه که در بدنمون هستند هم کمک میکنه تا اونها رو همراه مدفوع از بدن ما خارج بکنه دلیل بعدیش برمیگرده به فیبری که در آجیل وجود هست وجود داره فیبر باعث میشه که ما اشتهامون کاهش پیدا بکنه و در طول روز احساس سیری بیشتری رو تجربه بکنیم و کمتر غذا بخوریم از طرفی مصرف آجیل سوخت و ساز بدنمون رو بالا میبره و به تربیه سوزی کردن و کالری سوزی کردن بدن ما در طول روز هم کمک میکنه و در کنارش کلسترول بد خونمون رو کاهش میده بنابراین شما هم میتونید هنگام لاغر شدن تربی سوزی کردن از آدیل در برنامه غذایتون استفاده بکنید که بتونید از این فوایدی که هنگام لاغر شدن داره بهره ببرید مخصوصا بادام، بادام هندی، پسته و گردون این تا رو حتما هنگام لاغر شدن در برنامه غذایتون قرار بدید و از فوایدش از نتایج مثبتی که روی تربیه سوزی و کاهش سایز داره بهره ببرید اینکه دقیقا چقدر باید آزیل مصرف بکنید نسبت به هر فرد مختلف متفاوته و بستگی به این داره که تغذیهش برنامه غذایش چی هست چه غذاهای دیگه در طول روز مصرف میکنه و بر اساس اون غذاهایی که در طول روز مصرف میکنه کسی که برای شما برنامه طراحی میکنه برنامه غذایی طراحی میکنه با بررسی کردن سایر غذاهایی که در طول روز قرار مصرف بکنید تعیین میکنه که چه مقدار باید از آزیل استفاده بکنید که این اتفاقات مثبت هنگام لاغر شدن برای بدن شما به وجود بیاد بنابراین اگه میخواید به صورت دقیق بدونید که چقدر باید آزیل بخورید بهتره که از یک فردی که تخصص این کار رو داره کمک بگیرید و بتونید از آزیل برای لاغر شدن استفاده بکنید بازم سال رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که سال پر از خیر و برکت و ثروت و شادی و سلامتی رو داشته باشید موفق باشید